سلام دوستان، به شما خوش آمد میگیم و با یه برنامه از زنان امید باز هم در خدمت شما هستیم همراه دوست بسیار عزیزم نوشین. سلام نوشین جان. سلام فرشته جان و سلام به شما شنونده های عزیز. به برنامه خودتون زنان امید خوش اومدید. امیدواریم از برنامه که امروز براتون آماده کردیم لذت ببرید. امروز در بخش درس زندگی در مورد رشد طبیعی کودکان نوپا صحبت میکنیم و در درس روحانی داستان یاسمن و بچه هاش، همینطور داستان هاجر که گم شده بود و تنها بود و خداوند اونو شنید و براش مهیا کرد صحبت میکنیم. عزیزان یادتونه قبلا درباره مادر شدن و نگهداری از بچه ها صحبت کردیم. یکی از دوستامون به اسم محلا متنی رو برای ما فرستادن. اون اینطور نوشته: با نگاه کردن به دختر کوچیکم، دست و پاهای توپلش که رو هوا بود و بازی میکرد، میخندیدم و لذت میبردم. شادی حقیقی تو اون لحظه وجودم رو فرا گرفته بود. با وجود همه خستگی، وقتی نصف شب از خواب بیدار میشه و مامانش رو میخواد، با ذوق میرم پیشش. عزیزان یادتونه قبلا درباره مادر شدن و نگهداری از بچه ها صحبت کردیم. اول برنامه نوشین جان برامون متنی از طرف یکی از دوستامون که محلا بود برامون خوند. به نظر شما اون مادر کنار بچهش لذت می برد. نوشین یادت میاد وقتی تو شرایط مشابه بودی خودتو چه احساسی داشتی؟ وای آره، چه روزای شیرین و ولی خب در این حال خسته کننده‌ای بود. بچه ها تو اون سن خیلی انرژی از همون میگیرن، نه؟ دقیقا همینطوره. محلا در ادامه برامون اینطور نوشته: عزیزان معمولا آخر هر روز با خودم میگم امروز چیکارا کردم؟ رفتیم پارک، یه کتاب جدید خوندیم، پوشک عروسک عوض کردیم، با هم شعر خوندیم، اما به نظر کار زیادی نمیاد. تا اینکه یه روز بهش یه لیوان آب دادم و بدون اینکه من یادش بندازم خودش گفت مرسی. چه حس خوبی بود، چقدر بهش افتخار کردم، چون همیشه من بهش میگفتم الان باید چی بگی و اون تشکر میکرد. برای من مادر شدن یعنی تکرار زیاد، صبر به همراه لحظات فوق‌العاده حین یادگیری دخترم، دیدن رشد اون و دوست داشتنش. چقدر شیرین. امروز قرار با هم بیشتر درباره روند نرمال رشد کودکان بین 1 تا 3 سال صحبت کنیم. کنجکاوم بدونم شما هم تو خونه بچه‌ای تو این سن دارین یا نه. شاید بچه‌ی خودتون یا نوه‌تون باشه. شاید هم از بچه‌ی کس دیگه مراقبت می‌کنین. اگه تو این شرایط باشین، خوب می‌دونین که بچه توی این سن سرش به چه چیزایی گرمه. همش دنبال کشف این دنیا و محیط اطرافشه و می‌خواد همه چیزو یاد بگیره. نوه‌ی من الان تو همین دوره سنیه و دیدنش منو واقعاً به وجد میاره. میتونم ساعتها بشینم و فقط کاراشو نگاه کنم. عزیزم، آخرین بار ما بیشتر درباره روند رشد فیزیکی بچه‌ها صحبت کردیم. اما امروز موضوع ما بیشتر حول محور ارتباط شما با کودکان میگرده. اینکه چطور گوش میدن و همه صداهای اطرافو تو ذهنشون کپی میکنن. شما چطور میتونین با فرزندتون مکالمه داشته باشین؟ حتی قبل از اینکه بتونه به درستی کلماتو ادا کنه. دقت کردین بچه‌ها چقدر زود ارتباط برقرار می‌کنن؟ شما که باهاشون حرف می‌زنین سعی می‌کنن بهتون جواب بدن و وقتی شما حرف می‌زنین بهتون گوش میدن. خیلی جالبه که خیلی زود این مسائل رو یاد می‌گیرن و درک می‌کنن. نه تنها دانش اولیه زبانی رو زود یاد می‌گیرن، بلکه مهارت‌های اجتماعی مثل ارتباط چشمی، رعایت نوبت توی مکالمه و لذت بردن از یه صحبت رو هم یاد میگیرن. همچنین احساساتشون رشد میکنه. به مرور میفهمن که شما هم درک متقابل از احساساتشون دارین و به حسشون جواب میدین. مثلا وقتی لبخند میزنن شما هم بهشون لبخند میزنین، یا وقتی ناراحتن اونا رو در آغوش میکشین. تو این سن بچه ها یاد میگیرن کم کم با قاطعیت بگن چی میخوان و چی نمیخوان. واژه نه جز واژه هایی که خیلی زود یاد می گیرن. حتی دوست دارن شما وقتی به چیزی نمیگین آزمایش کنن. یادم یکی از دوستان می گفت پسرش خیلی سعی کرده بود که به خواهر کوچکترش غذا بده، با اینکه می دونست این کار ممنوعه، اما با این رفتار می خواست نشون بده که با اومدن خواهر کوچولوش توجه به اون کمتر شده. خب بعدش چیکار کردن؟
سعی کردن از اون به بعد بیشتر بهش توجه کنن و بهش نشون بدن همیشه جایگاه ویژه‌ای براشون داره. خب فرشته، به نظرت کی باید نگران روند صحبت کردن بچه‌مون و نحوه ارتباط گیریش باشیم؟ خب معمولا بچه‌ها از زمان 15 ماهگی دیگه واژه‌هایی مثل ماما و یا بابا یا حداقل دو سه تا کلمه راحت دیگر رو به زبون میارن. بیشتر از اون واژه مورد علاقه شون که همون نه هستش رو استفاده میکنه. درست میگی. یه بچه نرمال 15 ماهه معمولا جمله‌های ساده‌ای مثل کفشاتو برام بیار یا کتابو بذار اونجا رو میفهمه و به اونا عکس العمل نشون میده. پس اگه تو این سن بچه‌تون هنوز نمیتونه این جملاتو درک کنه یا چند تا کلمه ساده رو به زبون بیاره، باید به دکتر مراجعه کنی. یا اگه عکس العملایی مثل ارتباط چشمی یا لذت بردن از آغوشتون رو ازش نمیبینین، در اون صورت باید با پزشک مشورت کنید. ستاره در آسمان ندا می کرد به جهان، کودکی در آخرایت که دهد نجات من. من که خود جان بخش جان بود پانهات به این دنیا، تا که بخشت فیض عظیم بدهد جانم شفا. کلمه یه جاودانی گردید و عیان شد نور او بر ما تابی، تاریکی ها نهان شد چون اول و آخر، ابتدا و انتها. جان تازه گرفتیم در ایسان. کلمه یه جاودانی جسم گردید و عیان شد نور او بر ما تابی، تاریکی مسیحا آوردند از شرق بهرش طلا و کندر و مرا، تا گویند او سلطان است. امروز قلب من و توستان هدیه از بحر پادشا، تا نهی آن را به پایش و سرای هندش را. کلمه یک جاودانی جسم گردی عیان شد نور او بر ما تابی، تاریکی ها نهان شد چون روز اول و آخر، ابتدا و انتها. جان تازه گرفتیم در عیسی. کلمه ی جاودانی جسم گردید و عیان شد تاریکی ها نهان شد چون از اول و آخر، ابتدا و انتها. جان تازه گرفتیم در عیسی. جان تازه گرفتیم در عیسی. جان تازه گرفتیم در عیسی. دوستان، امروز در برنامه زنان امید داریم درباره رشد زبانی و مهارت‌های مرتبط با اون باهاتون صحبت می‌کنیم. عزیزان، بچه‌ها بیشتر از اونی که بتونن حرف بزنن می‌فهمن. شاید اینو اتفاقی زمانی درک بکنین، می‌خواین کیفتون از روی میز بهتون بده و می‌بینین که فرزندتون میدوه سمت میز و این کارو برای شما انجام میده ببینین. بله، تو اون لحظه رویا نمی‌بینین، بلکه این واقعیتی که داریم با چشم میبینیم. عاشق تماشای بچه ها موقعی که دارن تظاهر به انجام کاری میکنن.
مثل محلا که گفت مثلا پوشک عروسک با هم عوض میکردن. دقیقا منم همینطور، من واقعا عاشق بچه ها و دنیاشون هستم. اکثر بازی های خیالی بچه ها توی این سن مربوط به فعالیت های روزمره شون میشه. ممکنه یه قاشق دستش بگیر و تظاهر به غذا خوردن کنه، یا به عروسکش بخواد غذا بده، یا سرش رو پات بذار و نشون بده که مثلا خوابه. و همینطور هرچی بزرگتر میشن ادای موجودات دیگر رو در میارن، مثلا خرگوش میشه. آره همینطوره. یا موقع بازی با عروسکشون مثلا ادای مامان یا بابا رو در میارن. وقتی موقع بازی با عروسک رو بهشون گوش کنی متوجه میشی دقیقا دارن حرفای خودتون رو تکرار میکنن، مکالماتی که در طول روز از شما میشنون. این خیلی باید جالب باشه. درسته، منم این صحنه رو بارها موقعی که دخترم بازی میکرد دیده بودم. حالا به نظر تو اگه شاهد این مراحل نباشیم باید نگران بشیم؟ خب فکر کنم اگه تا 20 ماهگی بچه هیچ کدوم از این کارها رو انجام نده، بله اون موقع است که باید با پزشک مشورت کرد و وضعیت فرزندشون رو باید برای اون شرح بدن. غریزه مادری چیز خیلی مهمیه که معمولا اشتباه نمی کنه. هر وقت که حس کردین فرزندتون روند طبیعی رو طی نمی کنه، از پزشک یا کسایی که فکر می کنین میتونن کمکتون بکنن مشورت بگیریم. خب نوشین جان، خیلی ممنونیم بابت همه اطلاعات جالب و مفیدی که بهمون دادی. منم ممنونم از شما عزیزین. وقتی تو شرایطی هستیم که حس میکنیم دانش یا تجربه کافی برای حل کردنش نداریم، بهتره از کسایی که میدونیم تو اون زمینه تجربه دارن یا حرفه‌ای هستن کمک بگیریم. دوستان حالا بریم یه آهنگ گوش کنیم، یه سرود زیبا و دوباره با هم همراه میشیم.